عروس ما در مورد سوابق شما چیزهایی به ما گفتند. دختر همنازی لطف داره، خیلی سوابق خانوادگی درخشانی دارن، افتخارم میکنن. آه چیزی گفتی فروغ جون؟ چه سوابقی؟ باری سخن کوتاه میکنیم و به سبب جبر و تقدیر و علارغم میل باطنی من تن به این ننگ داده از تخصص شما بهره میبریم. ها؟ با این موزی خان خیلی با مزه حرف میزنه. خب منظور پدر این هستش که با توجه به تخصصی که شما دارین شاید بتونیم به ما کمک کنیم. ها خب موزی مثل آدم حرف بزن. خب من قبلا تخصصم بوده، وقتی که ازدواج کردم به جان قدم گذاشتم کنار. چه تخصصی؟ ماشاءالله خانوادگی همه یک تخت کم داره. یکی من بگی اینجا چه خبره؟ هیچی نی پسرم، من اصلا این حرف به کسی نگفته بودم. من نمیدونم این ورپیده نازی از کجا فهمید. یه وقت داشتی با مامان حرف میزنی یواشکی گوش کردم. تو غلط میکنی، باز نشستی حرف منو مادرتو گوش میدی. آره بابا آدم نمیشه که، هر شب زنگ میزنه به من میگه فروغ به اون دوستش تلفنی گفت، فلان به اون دوستش تلفنی گفت، بهمان. تو به تلفنای من یواشکی گوش میدی؟ کامران. بله پدر. پیش از آن که آن دلول را بیاوریم شکم اینها را پر از سرب کنیم، قال قضیه را بکنید کامران. بله پدر، شما عصبانی نشید. خب آی بردبار، کمکمون میکنید یا خیر؟ خب یکم باید فکر کنم. میدونی چیه، آخه خیلی وقت از این کارا نکردم. یه دقیقه صبر کن ببینم این من اصلا نمیفهم چی داره چه تو. خیلی وقت از کدوم کارا نکردی؟ پسرتون نمیدونن. خب بهش نگفته بودین چیو؟ ها خب توضیحش یکم سخته نیما جون. میدونی کارایی که بابات میکرده یه خورده چیز بوده. چی بوده؟ خب شرم‌آور. خب به من بگی، من تحملش رو ندارم. ببین نیما، بابا قبلا دوست بوده. بابا دوست بوده؟ چی میدوزیدید؟ جیبوری میکردی؟ چته خیلی گندهش نکن. من همه اش دو سه تا بانک زدم، یه دو سه تا هم جواهر فروشی زدم، آخری هم یه کرگدن از باقه وش دازیدم. همین. چرا؟ آخه چرا این؟ آه نیما جان خودتو ناراحت نکن، مگه نشنیدی آی بورد باشی گفتن گذاشتن کنار دیگه این کارو؟ آخه چرا؟ چرا گذاشتی کنار؟ خب حیف نبود؟ پسرم من بهت افتخار میکنم. منم بهت افتخار میکنم. آی بردبار، آی بردبار، جانم، جانم. خب بینم خود دیگه خود در حرف بفرما جانم. شما به ما کمک میکنید یا خیر؟ من اول باید با خانواده مشورت کنم. مشورت کنی؟ بله دیگه، خب من به اصول خانواده خیلی معتقدم. ببخشید. بکنم نکنم، بکنم نکنم. خب الان باید جواب بدیم؟ لطف میکنید. ما به شما کمک میکنیم. میترسیم با او کار را شروع کنیم کاسه کوزه من را بریزد به هم. باید مطمئن شوید او کارش را بلد است. پدر آخه ما ببینید چطوری میتونیم مطمئن شیم وقتی ببند کامران دارد میآید. من متوجهم. خب قربان ببخشید، من نمیخواستم اینقدر مزاحمتون بشن. قلقش بده ببینید چی میگن. خب نه من نه تازه از خارج اومدم، بلد نیستم. اگر بلد بودم که گفتین از ساعت چند تا چند بازین؟ خب چش ببین اینقدر خودت خسته نکن، مریض میشی یا اینقدر سر کاری؟ شوخی کردم بابا، مواظب خودت باش قربانت. اینم تمام، خیالتون راحت شد؟ تمام مطالب ازش گرفتم. کی بود؟ شیرافکن. شیرافکن دیگر کیست؟ رئیس روابط عمومی موزه سعدآباد. میشناختینش نه؟ نه، تلفنش از 18 گرفتم. ماشاءالله شما چه زود صمیمی میشوید. همینه نه دیگه، صمیمی میشیم، اطلاعات ازش کسب میکنیم. خب آماده باشین که باید کم کم بریم موزه سعدآباد یه سر گوشی آب بدیم. من میرم، کار ندارید؟ کجا گفت؟
سر و گوش آب بدیم پدر؟ گفتند سر و گوشی آب بدیم کامران. والا نگفتیم چیزی بارشان نیست کامران خان، الان گفتیم. تو از کجا میدونی؟ اگر چیزی بارشان بود چطور نفهمیدن ما کیفشان را زدیم از این فاصله؟ کیف منو به دعیف نو پرتش کن بیا، دست درد نکنه. ببین یکم تمرینتو بیشتر بکن بهتر بشه کارت. اینم دندون طلای حیف نون. بیا زودتر آماده بشین بریم، ها کار داری. دندان ما بود بود پدر، دندون رو اتو دهنش زد از اونجا این فاصله. این کارند نگاه بکنین من چی میگم. تو کاخ سعدآباد خب 9 تا موزه است که من فکر میکنم تابلوها تو 3 تا از این موزه است. یا موزه هنرهای زیباست، یا موزه صنایع دستیه، یا موزه نظامیه. همونطور که گفتم همگی با همگی هو میریم در موزه، خب تقسیم میشیم، هر کی میره توی قسمتی واسه خودش، حالا میره یه صنایع دستی یا هر چی که دلش خواست. خب از اونجا تا تابلو رو دیدید سریعا طریق همون رمزایی که از قبل بهتون گفتم، خب متوجه این؟ خب به هم اطلاع میدیم از طریق موبایل، همه با هم جمع میشین، متوجه شدین؟ کسی حرفی برای گفتن نداره؟ من. خب بنام چته؟ من به شما افتخار میکنم. تو غلط میکنی به من افتخار میکنی، حرف نزن. خب کسی دیگه حرفی برای گفتن نداره؟ دارین شوخی میکنین دیگه نه؟ بگه من با این شوخی دارم، مگه من هم سن سال تو هم که باید شوخی کنم؟ خیال نکنید داماد میگه چی بهت نمیگم، برو تو تدره ببندیم تموم کنیم. آخه آی بار بار نمیشه که ما بریم تو صندوق عقب تا سعدآباد تو صندوق عقب بمونیم بفهم. که وای اینقدر باحال کامی، من بچه بودم بابام همیشه منو میذاشت تو صندوق عقب، یادته این دست دستانداز. ما به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم ماشین من را در دست انداز بیاندازید. خیلی ممنون که به فکر ما هستیم پدر، متشکرم. برای شما نگفتیم، برای اتومبیل نازنین من گفتیم. خب از فروخ کو اومدم رفته بودم یکم دیگه پول بیارم برای اینکه اگه لازم شد خرید بکنیم. اونا تو صندوق عقب چی کار میکنن؟ یلا بری تو ببینم جاسه اگر بازرد بشت نباشه. ساکت میشینین آروم. بیا بیرون، بیا بیرون، اخی چه وضعی ما منتظرش گفتیم گمتون کرد. بیا بیرون، بیا 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 بدو بیا بدو بیا بیا اینم آوردیمش. خب بیا اینجا بایستیم. خوابی صندوق بهت خوش گذشت. خیلی خوب بود پدر، چرا اینقدر تون میرفتیم؟ تقصیر ما نبود، برد بارخان لنگ چپشان را روی گاز ما گذاشته بودند، فشار میدادند. میخواستم از اینا مردی بسازم. خب همگی حاضر باشین، گوش بدین من چی بهتون میگم، دقت کنین، یه باره نریزین، هم نریزین داخل موزه، مواظب باشین کسی متوجه نشه. اول نگاه دوربین های ندار بسته میکنین که ببینین چند تا، نگهبان ها را میبینین چند تا، همه دقت میکنین، لو ندین یه دفعه آب رو ریزی بشه ها. در ضمن یه رمزی هم باید بذارین. چه رمزی؟ میگیم توتی تو قفسه، یعنی هر وقت تابلو رو دیدیم میگیم توتی تو قفسه. سلام آقای مدیری، خیلی خوش اومدین. نه که بیا برو بینم. سلام، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. اینا چیه خانم؟ بروشور و نقشه مجموعه سعدآباد. بفرم. ممنونم. ببین موزه صنایع دستی کجاشه؟ بره ببینم. ببین ماما فکر خانم اینو دادش به من. خب داد که داد چه فرقی میکنه؟ بده ببینم. میگم بده.
چیه؟ اصلا بری خودم ببینم چی هست. خانم این موزه صنایع دستی کجاست؟ مرسی. بریم. باید بلیط بگیریم. سلام علیکم. سلام، خوبید شما؟ خسته نباشین. سلامت باشین. 7 تا بلیط به من بده. خواهش میکنم، ما که از شما بلیط نمیگیریم. از من؟ از شما نه، از آقای مدیری. مثل اینکه اشتباهی شده، لطفاً بلیط ها رو بدیم ما بریم. اصلا حرفش هم نزن، امکان نداره ما از آقای مدیری پول بگیریم. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای مدیری، راستی برنامه جدید ندارید؟ بله. عرض کردم برنامه جدید ندارید؟ جهیزیش برای زنده خودش لازمه. ای آره، ببخشید فروغ جون، اون ست بشقاب ملامینای جهیزیت از کجا خریده بودی؟ باز تو بی اجازه رفتی سر وسایل من ناز کردی. بس ببینم میشیم تابلوی پدر جده اینو پیدا کنیم یا نه. من موافقم. سلام، میتونم کمکتون کنم؟ چه کمکی عزیزم؟ منظورم راهنماییتونه. ای آره، ببین این تابلو خانقلی خانت. شما ادامه بدین، بفرمایید. این سینی قلمکارو که میبینید کار دست هنرمندانه. خب این چنده؟ بله. این چنده؟ این قیمتش چنده؟ اینجا چیزی برای فروش نداریم. خانم من اگه برای فروش نیست، برای چی میذارینشون اینجا؟ برای بازدید. بله بله، شما ادامه بدیم، بفرمایید. این سینی قلم کار کار دسته. خب اون گلدونه چنده؟ اون گلدونه. عرض کردم اینجا چیزی برای فروش نداریم. عزیزم شما قیمتشو بگو، ما به توافق میرسیم. انگار که من با یه اسب دارم هم. ای نیما، نیما از اون بالا عکس بگیر. نیما از اون بالا، از اون بالا، از اون یواش یواش، کسی متوجه نشه. نیما دارم عکس میگیرم، خودت کسی متوجه نشه. ببین عزیز، ببین اینجا یواش یواش، نخند متوجه میشن. یکی هم اینجاست، اینم مواظب خیر نگاه میکنه اینا. وای چقدر قشنگه این تفنگا. وافیل کن، نخند نخند، هانت ببند کپت هم. بیا با کلاس. سلام. سلام. نخند داری عکس نگیر. نیما، نیما ها تو عکس نگیر. روانش که دارم میگیرم. خواهی تو متوجه میشه؟ متوجه نمیشه خواهی. این هم مثل خواهرش دیوونه، نقلش هر دست داده. یه دست تو من بر نازی باید دق عکس نگیری. دوربین، دوربین، نیما دوربین، دوربین، دوربین نگیر. خب بده من که بده من بده من متوجه میشم. آدم وقتی میخواه عکس بگیره باید حرفه‌ای عکس بگیره. خب خب مگه معلوم بود؟ نه نه نگاه کن ایطوری. خب من دوربین کنم جمع کنه، در غیر این صورت مجبور میشم توقع باش کنم. خب میزرم تی دهنت. به سمت گالری نقاشی پدر، بفرمایید.
بگذار دیگه، تعامل بفرمایید پدر. همینجاست گالریا. کاش مرگ ما میرسید کامران. خب اینجا هم که طبقه سومه. پدر 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 کجا این؟ پدر پدر جان پدر طوری شده؟ در طبقه چندمیم کامران؟ طبقه پانزدهم؟ نه پدر، اینجا طبقه سوم هستش. بله احساس میکنیم 15 طبقه راه پیموده ایم کامران. نه پدر، اینجا طبقه آخره و ما میریم دیگه، الان میبینیم تموم میشه، الان تموم میشه. دیگر پیر شدیم کامران، نفسهای آخر را میکشیم. دور از جونتون پدر، ما میخوایم بریم الان اینجا بگردیم اون تابلو رو پیدا کنیم. این حرفا رو نزنی خواهش میکنم. ادامه میدهیم. خیلی خوش آمدین آقای مدیری، میتونم راهنماییتون کنم؟ این خانم به ما میگویند آقای مدیری کامران ما اصلا اجازه بدین یک لحظه اجازه. بله میتونین ما رو راهنمایی کنید. باعث افتخار. تابلویی که در این طبقه مشاهده میکنید مربوط به 40 تا 100 سال پیش هستش و این آثار جزو آثار مدرن به حساب میان. تشریف بیارین این طرف، من بقیه تابلوها رو نشونتون بدم آقای مدیری. کامران. بله پدر. اگر یک بار دیگر این خانم به ما بگویند آقای مدیری، هم شما و همین خانم را میکشیم کامران. پدر به من چه ربطی داره؟ یه لحظه پدر، فقط به دریای قلهک فکر کنید. تشریف بیارین آقای مدیری. ما این خانم را میکشیم. نه دیگه پدر، پدر اون راهنمای موزه است. راهنمای موزه است پدر. این آثاری که مشاهده میکنید تلفیق خط و نقاشی هستش به همراه یک قوم‌نمایی مدل. تشریف بیارین اون اتاق، آثار قدیمی‌تری هستش که من نشونتون بدم. کامران. بله پدر. ما استراب داریم کامران. خب پدر، شما فکر نکنید که ما اومدیم اینجا دزدی. شما فکر کنید ما اومدیم اینجا موزه ببینیم. بله. همونطور که مشاهده میکنید سالن غذاخوری خصوصی کاخ هستش که بعد اضافه کنم آخرین مهمانی که اینجا برگزار شد به افتخار مارشال دوگل رئیس جمهور دولت فرانسه بود. ژنرال دوگل، ایشان با دستهای خودشان نشان لژیون دونور را بر سینه ما نصب نمودند. میفرمودید خانم. ظروف چینی که روی میز مشاهده میکنید ساخت کارخانه روزنتال آلمان هستش و کریستال های تراشیده ساخت کارخانه باکارای فرانسه. لوستر کریستالی که مشاهده میکنید ساخت کارخانه بوهم از معروفترین لوستر سازی های کشور چک هستش. ببخشید خانم، ما تابلوهای نقاشی را در اینجا در کجا میتوانیم ببینیم؟ تشریف بیارین از این سمت سالن بالا. کامران. بله پدر. مرا بکشید دیگر از پله‌ای بالا نمی‌روم. پدر به هر حال با تابلو خسته شدیم. خواهش کامران. می‌کنم پدر. کامران. دریای قلهک. جان؟ شما متوجه نمیشم پدر. همینجا طبقه آخره های مدیری، تشریف بیارید.
یافتیم. پدر تشریف. این که خانقلی خانه؟ بله، البته این تابلو به تازگی به مجموعه ما وارد شده و هنرمند اون ناشناس هستش و کارشناسای ما تخمین زدن که این اثر مربوط به اواخر دوره قاجاریه هست و احتمالاً یکی از خوانین اون زمانه. و باید اضافه کنم که خانم محترم. بله. شما مجرد هستید یا متأهل؟ مجرد هستم، چطور مگه؟ اگر در طول زندگیتان این چنین پرچانگی کنید قطعاً میترشید خانم. کامران. بله پدر. رفت. بله پدر. سرقت میکنیم. پدر پدر چی کار داریم میکنیم؟ اینجا پر از این دوربینای مخفیه به سر. اونجا خودمونم به آژیر وصله. پس چه باید بکنیم کامران؟ پدر، آقای بردبار گفت هر کسی که تابلو رو پیدا کرد با موبایل به اونای دیگه خبر بده، البته با علامت رمز. خبر بدید کامران. خانم، عرض کردم خدمتتون آثار اینجا فروشی نیستن. چرا متوجه نمیشین؟ خانم خیلی شما بد حرف میزنین با ما. برو بگو صاحب مغازه بیاد. اصلا ولش کن فروغ جون، میخواد بازارگرمی کنه، قیمتو دلار پهنا حساب کنه. ببین عزیزم، من خودم این قرتی بازی رو تا تهش بلدم، واسه من نمیخواد از این اداها در بیاری. تازه اگه دخترم چشش این فرشه رو نگرفته ما یه دقیقه هم اینجا وای نمیستادیم. تو با ما را بیا، شیتیلت هم سر جاشه. شیتیلم؟ ای بابا، خب برو بگو صاحب مغازه بیاد. من میگم خیلی بد با مشتری صحبت. بله. الو شما؟ توی کامی. ببین ما هنوز تو موزه صنایع دستیم. آره یه فرش دیدم جون میده واسه وسط حال. کامیه. چی تو قوطی چیه؟ خب برو یه جای واسه آنتن بده. میگه قوطی. قوطی چیه؟ توتی. توتی تو قفسه. توتی تو قفسه. نازی خانم. الو. صدا میاد؟ صدا میاد؟ الان بهتره؟ الان بهتره؟ بله. تو با آقای بردبار ما چه قراری گذاشته بودیم؟ بله. توتی تو قفس. قوطی نه، توتی. نازی خانم، توتی تو قفسه. توتی تو قفسه. ما نازی خانم، چیو میذارن تو قفس؟ الو فرو خانم. فرو خانم کامران صحبت میکنه. از کامران به فرو. فرو خانم گوش کنی خوب. گوش. الان صدا میاد؟ الان صدا میاد؟ الان چی؟ الان میاد؟ الان خوبه؟ بسیار خوب. فرو خانم توتی تو قفسه. مگس نه فرو خانم، توتی تو قفسه. توتی تو قفسه. بعد اونی که میله داره. پیله نه. الان صدا میاد؟ اونی که میله داره. الو مهناز خانم، شما این؟ نه ببین، فرشه وسطش یه گردی بود. خب بعد گردیه رو که بگو این بمونه رو چرا نفروختی فرشه رو خسیس؟ آره. من مبلا رو میخوام برای پدر جان بخرم. آره بگو اینجا یه ست مبل هست، جای اون فرشه میخوایم اونو جای فرشه قرار شده بخریم. من میخرم. خب دوالا من میخوام بخرم. همین رو میگم دیگه. وایسا چی؟ خب شنیدم، اینو که شنیدم. چند بار میگی کامی جان؟ یا عدس چیه؟ مگس. ای بابا، ماما یه چیزی به این فروغ میگم. بابا میگه قوطی تو قفسه. بابا جفتتون کرین گفته بود ماما میگه قوطی تو قفسه. بابا یه قوطی تو قفسه. خانم ساکت. شاید میگن توتی تو قفسه. خب توتی تو قفسه که توتی تو قفسه به ما چیه؟ تو بهش بگو بگو. خب کامی جان تو زودتر بگو اومدی. بریم. چه فوش میدین؟ توتی تو قفسه. چه ناز نفس چیه؟ میگم توتی تو قفسه آی بردبار. چرا کسی نمیفهمه توتی تو قفسه؟ اخی دیوونه است. غلط میکنه. کجا رفته؟ بدون اجازه من کی بهش گفته جایی برو؟ من صد بار گفتم تو تلفن رمزی با هم حرف بزنین. ای خدا، من دست ای پسر آخر خودم میکشم. خب چیزی؟ خب رفیقیم دیگه. رفیق مگه نیستیم اینجا؟ خب
چیز یعنی اینجا عمرن دزدی نمیشه کرد. اصلا اینجا نمیشه دزدی کرد. آه خب خیلی کار سختی. از در دیوار اصلا از اون با اون باجه اینا نمیشه در بیاد. نیما ای بابا اینجاست بابا چیز بابام مسعود مسعود بابام ایشون هم نگهبان اینجاست. خیلی رفیق شده. نگهبان سلام نیما بیا بریم این ولا پشت اسلحه قشنگ نشونت بدم. نه بابا چیز من با ایشون رفیق شدم رفتم جای تمام دوربینا بعد این دزدگیرا رو دیدم اصلا عمرن نمیشه دوزی کرد. نمیتون دوزی کنه دیگه. نیما حاجونه اینجوری میکنی خب نیم دیگه حال تو خوبه بیا نیم آب نیم دمه در کارت دارم. چرا نه با سب کن خوش اومدی بابا خدا نه میخوام مگه خدا پس محسوب بهم زنگ بزن ها ببین رفتیم انبارشون رو دیدیم اصلا نمیشه دوزی کرد بابا من همه جا رو نگاه کردم. نیما برو گمچا برو عجلو چشام دور شو. چرا؟ میگم توتی تو قفسه برو. توتی چیه؟ توتی تو قفسه برو عجلو چشمان دور شو. توتی آخه چیه؟ برو خب توتی برو فقط نبینمت. ای بابا نازی خانم کجا این پس؟ ای بابا لفتش میدم. نازی خانم زنجیر رو بپا زنجیر رو بپا نازی خانم زنجیر رو بپا. ای بابا خب اینجا چه زنجیر بستر آدم پاشگیر میکنه با مغز میخوره زمین. ای بابا چرا انقدر طولش دادیم پس؟ وای کامی یه فرشتم جون میده واسه وسط اتاق بندازی جلوی تلویزیون. بقیه کجا؟ بقیه فرو خانم زنجیر رو زنجیر رو فرو خانم زنجیر رو. اینجا چه جایی بستن زنجیر از همه شکایت میکردم اگه با مغز میرفتم زمین. مهناز خانم کجا؟ پشت سر من بود الان فکر کنم پشت سر منه داره میاد. مهناز خانم زنجیر رو بپن زنجیر رو مهناز خانم زنجیر رو. اوه چی شد؟ فکر کنم پاش شکست. تو با صدی نگاه میکنی؟ حال این تابلو را چگونه از اینجا برداریم؟ میگم اگه بهشون بگیم این تابلو مال ماست نمیدن به همون اینو. همین جوری گفتم ولی شاید به درد بخوریم. پدر من بررسی کردم مثل اینکه این سالن از این دوربینا نداره. چرا داره؟ داره؟ کجاست؟ کجاست؟ فقط میگم گوشه دیوار نگاه کنین نگاه نکنین نگاه نکنین نگاه نکنین یواشکی گفتم نگاه نکنین. خب چی کار کنیم؟ هی میگم نگاه نکنین باید یه فکری بکنیم یه طوری تابلو رو ببریم نقشه لازم داره. من یه نقشه یه درست حسابی تهران دارم تو کمدمه به درد میخوره اون. نازی جان واقعا این برادرت مجسم اینو بوغه. فروغ جان از برادر شما بهتره که آی کیوش زیر 20. نازی خانم من شوهر شما هستم. پس دیگه باش من موقع کرکر از بابا من مایه میذارم اگه لازم شد. فرمودیم چطور این تابلو رو از دیوار برداریم؟ اگه بهشون بگیم این تابلو مال خودمونه نمیدن بهمون. این جمله را یک بار گفتید گوساله. من این آدم که دلم میخواد یه مشتی بزنم تو دهنش. میگم ما باید یه باره به سیستم امنیتی اینجا دست پیدا کنیم. سلام آقای مدیری خیلی خوشحال شدم دیدمتون. بلی راست میگن نیما فلاح پسر خانم افسانه بایگانه؟ کامران بله پدر. نیما فلاح دیگر کیست؟ من چه میدونم پدر نیما فلاح کیه؟ نمیدانیم بله. به هر حال خیلی خوشحال شدم. اگه میشه یه ذره از بدآموزیاتون کم کنید رضا شفیعی جمعتون هم اضافه کنید. کامران بله پدر. رضا شفیعی جم دیگر کیست؟ من چه میدونم پدر رضا شفیعی جم کیه؟ من یه نقشه‌ای